با عرض سلام خدمت همه دوستان و همراهان ما در دوره آموزشی توسعه برنامه نویسی اندروید بر پایه جاوا. در جلسه قصد داریم در خصوص نحوه بکارگیری وب ویو در پروژه های اندروید صحبت بکنیم. ما در دوره لطفاً برنامه نویسی اندروید را حرفه یاد بگیرید در خصوص اینکه چطور می توانیم یک URL رو از طریق بروزر گوشی به کاربر نمایش بدیم صحبت کردیم. در جلسه ما در خصوص اینتنت ها صحبت کردیم و اگر خاطرتون باشه توضیح دادیم که چطور می توانیم از طریق اینتنت ها بروزر گوشی رو باز بکنیم و یک URL رو به این بروزر پاس بدیم و در حال بروزر به کاربر نمایش داده بشه. اما در این جلسه ما می خواهیم بیایم و خب URL رو خودمون رو صفحات وب رو درون خود اپلیکیشنمون به کاربر نمایش بدیم و این کار رو ما میتوانیم با استفاده از وب ویو ها خیلی ساده انجام بدیم. ببینیم که چطور میتوانیم از یک وب ویو در پروژه اندروید استفاده بکنیم. برای منظور بنده پروژه رو در محیط اندروید استودیو تحت عنوان وب ویو پروژکت ایجاد کردم. خب ما برای اینکه بیایم صفحات وب رو به کاربر نمایش بدیم نیاز به اینترنت داریم. برای این در قدم نخست قبل از اینکه بخوایم هر کاری رو انجام بدیم بایستی اجازه دسترسی به اینترنت رو از کاربر دریافت کنیم. میدونید که بایستی این کار رو در اندروید مانیفست انجام بدیم. برای من اندروید مانیفست رو باز میکنم و در قسمت تگ مانیفست می‌نویسم یوزرز پرمیشن، پرمیشن اینترنت رو به من بده. خب جز اینترنت در واقع پرمیشن های خطرناک نیست و همین که ما در اندروید مانیفست این رو بنویسیم کافیست تا این اجازه دسترسی از کاربر دریافت بشه در زمان نصب اپلیکیشنش. خب برای اینکه بتونیم یه مقدار هم تمیز کد بنویسیم، من نمیخوام که حالا بیام این وب ویو رو و حالا صفحات وب رو درون این لانچ اکتیویتی نمایش بدم، میخوام یک اکتیویتی جدیدی ایجاد بکنم تحت عنوان وب ویو اکتیویتی و حالا کدها رو به گونه‌ای بنویسیم که بتوان در پروژه های دیگری که داریم اگر نیاز بود حالا بیایم صفحات وب رو در اپلیکیشنمون نمایش بدیم صرفاً بیایم حالا از این پروژه این اکتیویتی رو کپی پیست بکنیم خیلی راحت. آها خب پس میام می‌نویسم وب ویو اکتیویتی، یک اکتیویتی جدیدی رو میخوام ایجاد بکنم تحت عنوان وب ویو اکتیویتی. منتظر میشم که پروژه من بیل بشه و این اکتیویتی به پروژه من اضافه بشه.